حمید فرخ نژاد، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردیم. این اولی مصاحبت از موقعی که از ایران اومدی بیرون. من زورگوی بی جربوزه هستی به خامنه گفتی. یه حسی بهم میگه که دیگه نمیخوای برگردی. لحظه شماری میکنم. اول سلام خدمت همه مردمی که عاشقانه دوستشون دارم و بهشون احترام میذارم و همه هویتم مال اونا و پیش اوناست، اگر هر کسی هستم یا نیستم اونا به ما دادن و دلم براشون تنگ شده. اینکه نمیتونم و اینکه نمیخوام دوتاست، باورتون نمیشه. لحظه شماری میکنم یه بار دیگه اونجا باشم، کنار مردمم باشم. اینکه در آستانه 53 سالگی اومدم یه کشوری که زبانش رو نمیدونم، یه شهروند درجه دو هستم و باید خیلی چیزها رو از صفر شروع کنم، واقعا چیز ساده ای نیست. در اینکه میخوام برم بعد از یه هفته که از اونجا اومدم بیرون، واقعا لحظه شماری میکنم. ولی در اینکه آیا بتونم برم یا نه، الانم ترجیحم اینه در واقع اینجا باشم و برای یه کارهای مهمتر، برای یه اهداف بزرگتر، صدای یه آدمایی باشم که در واقع حکم بلنگو نس، در واقع تفکر چیزی نیست که بخوام چیز ویژه خلق بکنم، نه، صدای اونا باشم، صداشون رو منعکس بکنم. از این منظر فکر کنم لازم الان اینجا باشم تا به امید خدا روزی که دیر هم نیست اون کشور آزاد شه، در واقع مردم آزاد شن. این شرح حال امروز منه. 9 سال هستش که مجوز زندگی در آمریکا رو داری، میرفتی و میومدی، میدونم خانوادت اینجا بودن، ولی اون لحظه که تصمیم گرفتی دیگه بسه، دیگه میخوام برم و برنگردم، چه اتفاقی افتاد؟ ببین دیگه واقعا ما یه گروه اینترنتی داشتیم با همراه چند تا دیگه از بچه‌های سینماگر. باورتون نمیشه این حس مشترکی که هر روز یکیمون پیام میذاشت اونجا، یا مثلا میگفت از خودم متنفرم که در واقع این ظلم رو دارم میبینم، این اجحافی که داره به مردم میشه رو میبینم و نمیتونم بگم. باور کنی حس مشترک بین خیلی ها بودن. مثلا یه گروه 7-8-9 نفره بچه های عمدتاً بازیگر بودن که دور هم درد دل میکردیم. واقعا این شده بود دیگه. این اواخر من وقتی این بچه های نوجوان رو میدیدم که تو خیابون با شجاعت اینجوری وایستادن جلوی این جماعت، بچه های مثلا 18 ساله 19 ساله دختر پسر اینجوری دارن قد علم میکنن، خجالت میکشیدم از خودم. باور کنید ببین من یه آدمی بودم که اونجا جزو بازیگرای فعال و حالا اسمشو بذاریم تو بورس یا هر چیز با درآمد بالا، همه میدونم من جزو بازیگرای گرون سینمای اونجا بودم، درآمد خوب داشتم، همه چیز فلان اینا، ولی یه جایی میرسه که و تا سال آینده، بهمن سال آینده در واقع کنداکتور کاری من پر بود، یعنی قراردادهایی که داشتم و صحبت کرده بودم فلان. ولی یه جایی میرسه که تو دیگه نمیتونی تحمل بکنی، یعنی در واقع دیگه این همه این موفقیت‌های به ظاهر کاری روزانه‌ای که داری رو عوض میکنی با یه چیزی به اسم شرافت. فکر میکنی چند درصد سینما ایران الان به اون نقطه رسیدن یا نزدیکشن؟ خیلی از بچه ها یعنی من نمیخوام تبلیغ کنم، این سکوت خیلی ها در واقع یه سکوت اجباریه، یه سکوتیه که در واقع برشون تحمیل شده. ببینید شما یه موقعی از خودتو تهدید میکنن تو سیستم و حکومتی که هیچ حد و مرز اخلاقی برای خاموش کردن صدای مخالفش نداره، سراغ خانواده هاشون میرن. میدونی وقتی بحث خانواده میاد، امیدوارم برای کسی پیش نیاد، این آرزو رو برای کسی نمیکنم، ولی تو یه آدم دیگه میشی، یه وجاهت دیگه پیدا میکنی. خیلی از بچه ها رو دارن تهدید میکنن. من همیشه گفتم توی این مملکت همه چیز شوخیه، همه چیز شوخیه و همه چیز جهان چهارمیه، جهان سومی هم نه. اقتصادمون، تصمیم گیری های فرهنگیمون، در واقع نگاهی که به محیط زیست داره، همه چی. تنها عنصری که تو این مملکت به جرئت میتونم بگم جز به 3-4 تای اول جهانه، بحث سیستم امنیتی حاکم بر اونجاست. یعنی با پیشرفته ترین متدها و تجهیزات روز دنیا اینا مجهزن. خب این یعنی تو با یه سیستمی سر و کار داری که برای ایجاد رعب و وحشت و خفقان و چکیده ای از کثیف ترین تکنیک های سیستم های امنیتی دنیا تو اونجا رایجه. خب 4-5 لایه، من نمیدونم تو کشورهای دیگه الان زیاد تحقیق نکردم، نمیخوام با فتوا بدم، ولی
این سیستمی که الان توی چندین لایه ببینید، بسیج هست، سپاه هست، نیروی انتظامی هست، وزارت اطلاعات هست، جاهای دیگه هم هستن، نیروهای خودسر هستن، این هست، قوه قضاییه فلان، یه تعداد زیادی نیروی امنیتی برای خفه کردن صدای مردم اونجاست. و از اونجایی که خب خیلی خیلی حساسیت ویژه مثل همه سیستم‌های دیکتاتوری روی قشر هنرمند دارن، خب طبیعتاً فشاری که روی این جماعت هست مضاعفه. دلیلش هم خیلی واضحه، توی کشور ما هر آن کس صاحب رسانه باشه مغضوب ایناست. ببینید من یه مثال میزنم خدمتتون، بالاترین تیراژ روزنامه تو ایران چی بوده؟ 60,000 تاست، ما روزنامه همشهریه. اونم رسمی شده. خیلی خیلی‌ها میگیرن که با شیشه پاک کنن، نمیدونم قسمت آگهیاشو ببینن. یه من آدم ساده متوسط فلان 2.5 میلیون نفر فالوور دارم. خب این 2.5 میلیون نفر فالوور یعنی یک رسانه با 2.5 میلیون نفر مخاطب. خب این برای یه سیستم دیکتاتوری خطرناکه. یه کسی مثلا برای دارنده اون حساب ها چقدر مسئولیت میاره؟ ببینید به تبعش همین جوریه دیگه. ببینید وقتی توی سیستمی بر نمیتابن، مدنی ترین شکل یک در واقع اعتراض رو طرف بلند شده یک استوری گذاشته، یه پست گذاشته، این دیگه مدنیت. از این بی خطرتر، از این مسالمت آمیزتر راه برای اعتراض چی؟ الان تو زندانه. خب حالا اینا این چیزایی که تو جلوی چشمن، باور شما نمیشه. من نمیتونم اسم اون شخص رو بیارم، اشخاص رو بیارم. بچه هم میگفتن تو همین صفحه نشون دادم، رفتن در خونهش 3 تا مسلح گفتن بچه تو میکشیم، خدای شما شاهده، گفتن بچه تو میکشیم. خب من میخوام بگم به مردم، بگم خورده نگیرن که آقا چرا فلانی ساکته، چرا اون یکی حرف نمیزنه، چرا یکی اینجوریه. گفتن بچه تو میکشیم به این راحتی. این زنگ زده به نیروهایی که الان میشناخت و اینا، گفت آقا یه همچی اتفاقی برای من افتاد، من خواستن تو لابی ساختمون و بهم گفتن. گفته باید باشون تعامل بکنید، اینا نیروهای خودسره در اون چه، من هیچ چاره‌ای ندارم، هیچ کاری از همون بر نمیاد. این فشارهای امنیتی که میگی، این خفقانی که میگی، همه ما برش آگاهیم، طبیعتا میدونیم چه شرایطی در ایران هست. و من همیشه میگم مخصوصا برای کسانی که در بیرون هستن اپوزیسیون، خب برای ماها در بیرون خیلی راحت تره که از کشور آزاد بگیم که چرا کسی اونجا حرفی نمیزنه، ولی بعد در این حال نگاه میکنم میبینم در اون خفقان هم هستن کسانی که سکوت نمیکنن. بله. مثل توماج صالحی، مثل همین اواخر ترانه علی دوستی که بالاخره بهتر از من میدونه چه هزینه ای داره، اقداماتی که کرده و الان هم در بازداشته. اون موقع است که فکر میکنم که چرا بعضی ها حاضرن اون هزینه رو بدن ولی بعضی ها سکوت میکنن. من آدم ها رو قضاوت و داوری نمی کنم، هر کس در واقع خودش مسئول عمل کرده خودشه، ولی می دونم عامه یعنی اکثریت هنرمندای این کشور آدمایی هستن که از وضع موجود ناراضی هن و پشت مردم و این چون خودشون هم مردم هن، خودمون هم مردم هن. ولی در این حال تاریخ در مسئولیت دارن واقعا، یعنی باید کاری بکنن به خاطر این محبوبیتی که دارن، به خاطر این صدایی که از اونها راحت تر به گوش دیگران میرسه و به خاطر مسئولیت نسبی. میدونم هیچ کس در ایران مسئول نیست، ولی بالاخره یک بقال و یک معلم رو بخوان اذیت بکنن نسبتا راحت تره تا یک هنرمند. نه 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 لزومن، اونا اتفاقا همونجوری که گفتم خیلی حساس ترن روی بچه هایی که صاحب تریبونن، خیلی حساس ترن. و خب الان نمونهش هم آدمایی مثل جعفر پناهی، مثل آقای رسولوف، مثل دوستان دیگری که الان توی زندان ها هستن هست. ولی من آدم ها رو قضاوت نمی کنم، در این حالی که اگه خودم رو بخوام مثال بزنم سعی کردم آدم دسته دو باشم، یعنی آدمایی نباشم که سکوت بکنم. و از همونجا که بودم شروع کردم تو تمام این مدتی که بودم تا اونجایی که میتونستم به انهای مختلف چه میدونم این کارو انجام دادن. ولی همین که الان میبینید این حجم از در واقع حمله به طرف من هست، خب نشون دهنده اینه که در واقع کاری رو که میکنم درسته، کاری من به این اعتقاد دارم. قبول دارم موقعی که ایران بودی یکی از کسایی بودی که اتفاقا صحبت میکردی، چندین تا کلیپ ازت هستش که کم و بیش جنجالی شده، مثل یکی از مصاحبه های مطبوعاتی فکر میکنم تو جشنواره فیلم فجر بود اگر اشتباه نکنم، که میگی حکومت بعدی، یا یه تیکه دیگهش میگی که اتحادیه درسازان مسلمان بهشون تیکه مینداختی. اینو کاملا متوجهم، بارها هم حرفا انتقادی میکردی، ولی همین حالا هم از شما انتقاداتی هست، میگن که چرا اونقدر رسا در ایران حرف نمیزدی، الان که به ساحل امن رسیدی داری
رسانه خیلی جالبه. آره اینا در واقع من یه چیزی برات بگم خیلی جالب بود. چند وقت پیش در راستای همین استوریای اعتراضی که میذاشتم، یعنی بعد از هجرت که اینجا بودم، یه جمله گفتم که خیلی عجیب بود برای خودم، چه درسی پشتش بود. گفتم که مواظب این لباس شخصی های فضای مجازی باشین، اینان نوادگان امرواسن. خیلی درس عجیبی پشتش بود. من تو سن 53 سالگی چه خبطی کردم این حرفو زدم. خب یه تعدادی از دوستان اهل تسنن به من تماس گرفتن، مسیج دادن، گفتن آقا امرواس از آدمای مورد اعتماد اهل تسننن. خب ایشون صحابه حضرت رسول بودن و و و چه فلان، و از من انتقاد کردن این چه حرفی بود تو زدی. اول اینکه من از همینجا خاضعانه ازشون عذرخواهی میکنم و واقعا به خاطر این خبطی که کردم از دوستان اهل تسننمون معذرت خواهی میکنم. ولی یه چیز مهمتر این بود که آقا حالا منی که خیر سرم فکر میکنم آدم عوامی نیستم، یعنی اهل تحقیقم فلان، چه بر سر من آمد که اصلا به ذهنم خطور نکرد آقا این امرواس، این جناب امرواس ممکنه همچین وجاهتی نداشته باشه. برگشتم فلاش بک زدم، گفتم ببین تو از بچگی اینو تو مغزت کردم و مترادفش کردم با یه آدم سالوس سیاس ارزم بزرگت که هیلگر و وجاهت منفی داره، از صورتی که مثلا اینو میگن آقا این صحابه حضرت رسول بوده، مثلا این ویژگی‌های خوب داشته، ما بهش احترام میذاریم. خب این همون تکنیکیه که در واقع اینها به کار میگیرن برای سرکوب کردن آدم‌ها. خب تو جمهوری اسلامی رسم بر اینه که با مخالفاش رو ترور میکنه، یا فیزیکال حس به فیزیکی، یا میکششون ترورشون میکنه، یا میندازشون زندان به گونه‌ای که نتونن حرف بزنن، یا ترور شخصیتیشون میکنه. خب این تکنیک جمهوری اسلامیه. در مورد منی که میگن که آقا چرا تو ایران صحبت نمیکردی، خب من خیلی دوست دارم این آدمایی که این حرفو میزنن یکم فکر بکنن آقا من تو ایران ممنوع الخروج بودم. چرا ممنوع الخروج بودم؟ خب ممنوع الخروجی در واقع چیز بزرگیه، یک مجازات بزرگه برای چرا؟ چرا گفتم؟ خب همین، چرا ممنوع الخروج بودی؟ خب به خاطری که حرف می‌زدم، به خاطری که منی بودم که در واقع شاید جز معدود آدمای هنرمندی بودم که رفتم تو مراسم دفن کردن مهسا شرکت کردم فیزیکال شخصا، تو تظاهرات خیابانی بچه‌ها منو زیاد دیدم، میرفتم ارزم به حضورتون که یعنی این ممنوع الخروجی مربوط به همین اواخره. بله، پستایی که گذاشتم بعد از سید فلان، من نزدیک 2 ماه ممنوع الخروج بودم اونجا. خب اینا چرا بد میان؟ من میگم اون بحث تخریبیه که چنان در واقع تو رو، چون اونا که به سوال تو جواب آقا من اصلا آقا هر آن چه شما بگویید من بدتر از اون چیزی که، چه ربطی به سوالم داره؟ خب اینا وقتی تو مبحث دیکتاتوری رو تو مملکت در واقع پیش میکشی، بیایید به من ثابت کنین ایشان مقام عظمای ولایتتون دیکتاتور نیست، و من به شما ثابت میکنم به 1001 دلیل ایشون از دیکتاتورترین دیکتاتورهای تاریخن. چون من همیشه میگم دیکتاتورها پادشاهان بودن دیگه، صاحبان قدرت کلان که پادشاهان بودن معمولا، و در واقع توی یه جایی و یه مقاطعی از تاریخ رهبران مذهبی، چون بعضی وقتا پادشاه‌ها باید تایید اینا رو می‌گرفتن تو خیلی از کشورها تا پادشاه بشن. حالا هر دوشون متبلور و متجلی و در واقع متمرکز شده تو یه نفر. ایشون به نظرم دیکتاتور به توان 2 هستن. اینو ثابت می‌کنم هر جا خاصی می‌شینیم، و ساختاری که درست کردن تو این کشور به لحاظ حکومتی، یعنی تو کوچکترین اجزاء انتصابی این مملکت باید به تایید ایشون یاد بیت رهبری برسه، و تاش هم توی موارد چی میگه من اطلاعی ندارم، من نمیدانم، من نمیفهمم. خب میخوام بهتون بگم اینا وقتی این سوال رو مطرح میشه از طرفی کسی مثل من، نمیان جواب این رو بدن، نمیان، میان خراب میکنن طرفو، میان با این حرفا این چنینی. خب و اینقدر به تو حجمه شخصی وارد میکنن، بحثو شخصی میکنن در حد خودشون، و اینقدر به تو حمله میکنن که تو تمام وقتت رو صرف این کنی به جای که برسی به چیزهای دیگه، مثل همین مصاحبه، وقت تو صرف دفاع از خودت بکنی. خب این برای همه کسایی که اصلا دیگه توی فتوای این آدم بود دیگه، زمانی که لو رفت اون در واقع بولتن فارس، گفته بود فلانی رو بی آبروش بکنید. یعنی الان که ترس از این هست آقای مولانا رو، به جای اینکه برید بکشیدش که در واقع یا ببندینش یا زندانش بکنید که قوم مثلا عزیز بلوچ قیام نکنن، بیا بروش کنید، برید براش چیز درست کنید، پرونده سازی بکنید. این تکنیک
در واقع جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا الان، بی آبرو کردن آدما. من خواهشم چقدر فکر میکنی از این تکنیک برای هنرمندا به خصوص استفاده میکنم؟ چون من میدونم تو هم میدونی بسیاری از هنرمندا زندگی کم و بیش عادی دارن، احتمالاً مشروب میخورن، مهمونی ها میرن، بعضی هم ممکنه رابطه جنسی خارج از ازدواج داشتن. چقدر فکر میکنی چنین چیزایی آتوهایی ازشون دارن و میگن اگر حرفی بزنید اینو رو میکنید؟ هست، مطمئنم هست. من گفتم اینا چکیده کثیف ترین عملکرد سیستم های امنیتی از بدو تأسیس تاریخ تا الانن. یعنی رفتن پیدا کردن ببینن مثلا پرستو بازی رو از روسا گرفتن، نمیدونم این چی از کره گرفتن، این از اونجا گرفتن، جمع شدن الان و هیچ مرز اخلاقی هم در این میان وجود ندارد. چون که میدونی اونا یه چیزی به اسم فتوا دارن دیگه، وقتی تو فتوا میدی یارو با تی به خاطر و خیال راحت آدم میکشه دیگه، چیزی به حرجی به این نیست دیگه، آقا گفته باید این کارو بکنی، آدم میکشن، بی حیثیت میکنن، چه کار میکنن، چون به لحاظ اخلاقی هم دیگه مرزی ندارن. ولی با همه این تهدیدها، این ریزشی که به خصوص بین هنرمندا داریم میبینیم بی سابقه است در تاریخ جمهوری اسلامی. بی سابقه است به دلیل اینکه ظلم اینا هم بی سابقه بوده. فکر میکنی چقدر از این منظر واقعا آسیب دیدن و چقدر فکر میکنی که بتونن دوباره برگردن به حالت عادی؟ دیگه ببین، یک فرقی که این خیزش اخیر داره به یقین رسیدن آدم هاست. خب مردم تو ایران هر آنچه لازمه در واقع تغییر مدنی، هر آنچه لازمه مبارزه مدنی بود رو آزمودند، خب رأی دادن، خود من رفتم رأی دادم، 20 میلیون رأی دادن، نمیدونم نماینده هاشون رو بیرون کردن، آراشون رو دزدیدن، باشون بازی کردن فلان، و الان دیگه اون دیگه احساس نیست. اتفاقی که امروز تو ایران داره میفته احساس نیست، یقینه. خب و وقتی تبدیل به یقین شد، حالا آراسته به مشکلات اقتصادی هم شده و چه و چه و چه، ولی در این که دیگه نمیخوان لایف استایلی رو که جمهوری اسلامی براشون طراحی کرده رو داشته باشن، این یقینه. وقتی به یقین میرسه یه نفر دیگه با تهدید و ارعاب و چی دیگه، این آدم بر نمیگرده از حرفش. و اتفاقا خیابون رو اینا نشون آدم‌ها دادن که آقا برید تو خیابون حقتون رو مطالبه بکنید. هر آنچه تونستن مردم به لحاظ در واقع فعالیت‌های مدنی، اعتراضات مدنی، هر آنچه در توان داشتن و بلد بودن انجام دادن. خب و اتفاقا خوبم شد. به نظرم الان دیگه مردمی که آپگرید شدن، اومدن بالا و در واقع یه ورژن جدیدی از تفکر تو ایران رایج و ساری و جاریه که نمی‌ترسن. اتفاقی که توی این سیستم داره می‌افته در راستای همون تکنیک قدیمی و کهنه و کثیفشون، بی آبرو کردن آدم‌هاست. یه مصاحبه کردم که باز مصادف شده بود و مقارن شده بود با حمله گسترده این سپاه سایبری با مزدورای خارجیشون به در واقع برای خراب کردن من، که اون موقع یکم پوست نازک‌تر از الان بودم. خب و خیلی فحش دادن، فحشای خیلی بد میدادن، میمونن تو دایرکت چیزای بد میگفتن و اینا، و میگم یه کمی من حساس‌تر بودم. یه جمله گفتم، خب که یه جمله بلند بود که گفتم باشه آقا، من که قدرتی مثل شما ندارم و مثل شما دارم صاحب سپاه سایبری نیستم، ساختمون دارید شما، نونخور دارید شما، کارمندی دارید که وظیفش اینه بیاد اینجا پایین فوش بنویسه، ربات دارید، چه دارید، چه دارید فلان اینا، گفتم من که اینو ندارم، منم یه دونه موبایل. خب حسب وظیفه‌ای که برای خودم قائلم هم دارم این حرفا رو میزنم که چه میدونم پیش وجدان خودم و تاریخ و مردمم شرمنده نباشم. گفتم آقا من تعدیل میکنم، میام بیرون. یعنی گفتم دستا بالا، نمیارزه که خانواده من، بچه من اینقدر الان، چون اون هم در واقع یه نوجوونه مثلا 10-12 ساله بود و خیلی حالش بد شده بود از اون در واقع حجمه که به پدرش شده بود و اینا. این جمله من بود، گفتم که من تعدیل میکنم، خب الان اینقدر آدم روی پیج من هستن، حتی اگر به تعداد مردم ایران 80 میلیون آدم روی پیج من باشن، حالا 2 دقیقه قبل از اون چیزو، من بازم این کارو میکنم، نمیارزد خب که در واقع خم به ابروی بچه من بیاد و چیز بکنم نباشن اصلا. منظورم تعداد فالووری بود که داشتم. خب اینا رو یه جوری تختی کردن و چیز کردن که آقا حمید فرخ نژاد گفته 80 میلیون ایرانی نباشه. من تمام هویتم مردممه، تمام وجودم مردممه، هرچه دارم و ندارم مردممن. خب شخصیتی که میگیریم از مردمه، توضیح هم دادم، ولی خب بعد از این مصاحبه هم باز اون اتفاق میفته. فقط برای مردمی دارم میگم که در واقع
آدمایی هستن که حق و حقیقت براشون مشخصه و بدونن من هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت این توهین رو نکردم، در حالی که فرزندم رو از دنیا بیشتر دوست دارم، این حرف رو من نزدم. بگی منظورت این بود که اگر به جای مثلا 1 میلیون 2 میلیون فالوور 80 میلیون هم داشتم، اون 80 میلیون فالوور فدای بچه‌م، اون فالوور به معنی باشن. آره گفتم فالوور نباشن، منظورت مردم به معنی معنی نبوده فالوور. گفتم اگه 80 میلیون فالوور هم داشته باشم، که البته خب دارن چیز میکنن و مهمم نیست. اتفاقی که داره بیرون میفته، ببین شما به جای خراب کردن من خودتو درست کن. این جمله سوس ماسیا بود ولی نه، شما درست به شما هم نیستید. متاسفانه خیلی وقت داشتید، خیلی ملت به شما فرصت دادن که خودتون رو تصحیح بکنید، نکردید. خب یک واقعیت وجود داره که دیکتاتور عذرخواهی نمیکنه، تعدیل نمیکنه، سقوط میکنه و شما هم مثل بقیه دیکتاتورها همون عمل کرده دارید. بسم الله. قبول داری که جمهوری اسلامی تو این سالها از هنرمندان، از سینماگران برای خریدن آبرو، برای مشروعیت استفاده کرده؟ منظورم اینه که آره میدونم که سینماگران، هنرمندان زیادی هستن که احتمالاً هیچ علاقه به جمهوری اسلامی ندارن، ولی دعوتشون بکنن در یک جشنواره مال حکومت میرن میشینن اونجا، در یک مراسم حکومتی میرن و کنار مقامات جمهوری اسلامی میشن که یک مشروعیتی به حکومت بدن. بله 100%. یعنی در واقع این چیزی که اصلا حالا سینمایی که وجود داره به نظرم از نظر اونا یک چیز به نظرم کاملا تشریفاتی و یه چیزی مثل تو مایه های ظریفه دیگه، آقای دکتر ظریف که را بیفته این بر و بر رو چیز بکنه دیگه، کسب آبرو کنه که آره ما این چیزا رو داریم. این مثلا تو سازمان ملل یه خانومو بفرستم اونجا که ما به زن این اون چیزای خودعه به قول خودشون خودعه هاییه که در واقع اینا به کار بردن و استفاده های ابزاریه که تو طول مدت حضورشون کردن از چیز از سینماگرا کردن. آره ما هم در واقع چیز شدیم، بعضی وقتا عمله طرب شدیم برای تو جشنای آقایون، ولی خب امسال انشالله نشون میدیم، یعنی سره از ناسره به قول خودشون ما چیز خواهد شد و خواهند دید که چه شکلی خواهد شد و نگاه هنرمندا باشون چگونه خواهد بود. ولی آره اینا از هر آنچه به بقایشون کمک میکنه، هر آنچه، اینا دریغ نمیکنن. و چقدر فکر میکنی معترضان، مردم، اپوزیسیون هزینه رو اتفاقا واسه هنرمندا بالا بردن که نتونن سکوت بکنن؟ مثل همین کارزارهای خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد دیگه. ببین یه ورش آره یه ورش آدمایی هم که دیگه مردم اجازه دیگه نمیدن تو وسط بازی کنی، اجازه نمیدن دیگه بهت. خب و دیگه مقطع زمانی هم هست، شاید تا پارسال میتونستیم، تا مثلا تا فلان دیگه، الان دیگه باید روشن کنی کدوم ور جوب ایستادی، یا با مردم یا با اینا، و راه گریزی هم نداره دیگه، یعنی وسط بازی نداره میگه. خودت اشاره کردی آدم بسیار پرکاری بودی در تلویزیون و سینما ایران، پروژه های زیادی داشتی در ایران، بالاخره به قول غربی سوپر استار بودی، هر جا میرفتی احتمالاً مردم دنبالت بودن، الان اومدی در یک کشوری که احتمالاً شهروند متوسط آمریکایی شماره نمیشناسی، یعنی یه زندگی جدیدی در 53 سالگی گفتی درسته؟ بله. برای خودت شروع کردی، هیچ بهش فکر میکنی که دلم تنگ میشه برای اون زندگی؟ یا میخوام بپرسم در واقع از اینجا به بعد خودت رو کجا میبینی، چی میخوای بکنی؟ ببین من تو ایران به مریضی خفیف دیکتاتورها دچار، یعنی هر آدم سرشناسی به مریضی خب خیلی در ابعاد کوچکتر خفیف همین دیکتاتورها دچار میشه، که بری توی جمعی نشناسنت فلان اینا، مثلا باید عکس نگیرن، نخوان فلان فلان فلان، همه این چیزا خصوصیت آدمایی که در واقع دارای شهرت هستن. حالا اینو ضرب در یک کشور بکن، یا آدمی هم بذار اونجا، این یه مریضی بزرگ میشه، اونجوری که گفتم مریضی دیکتاتوری میشه، ولی یه تمرینه برام. خب یه تمرینه و لذتی رو که آدم ها میان ازم تشکر میکنن، میگن مرسی که صدای ما هستی رو عوض کردم و راضی ام، و میگفتم اول صحبتام یه جایی پیش وجدان خودت، پیش در واقع حست، پیش آیندت، پیش مردمت سربلندی، و این سرمایه کمی نیست، سرمایه کمی نیست. یکی از انتقاد، نمیخوام همش هم بحث انتقادات باشه، ولی یکی از انتقاداتی که به شما هست پستی بود که در مورد قالیباف نوشته بودید و ازش تشکر کرده بودید، چرا؟ قالیباف تشکر کردم که فضاهای فرهنگی رو گسترش داد تو تهران، پای حرفم هستم. خب از نیروی انتظامی تشکر کردم تو واقعه پای حرفم هستم، تو واقعه دراویش،
من اونجا بودم. همین امروز اگر نیروی انتظامی به وظیفه ذاتیش عمل بکنه، جلوی بسیج و سپاه وایسه و مانع کشته شدن یه تعدادی آدم بشه، من ازش تشکر میکنم. خب جای حق باید وایسیم. این فرهنگ سازی رو ما باید تو خودمون داشته باشیم. همه یا هیچ نباید باشیم. اینو من گفتم. ببین من یه سوال از تو میکنم، مگر مملکت بدون پلیس تو دنیا متصوره؟ میشه اصلا مملکتی وجود داشته باشه که پلیس نداشته باشه؟ میشه مملکتی وجود داشته باشه که نیروی امنیتی نداشته باشه؟ از اونجایی بعد میشه که جلوی منافع ملت وایسن اینا، یعنی سرنوشتشون رو به سرنوشت در واقع حاکمیت مستبد گره بزنه. آره ولی مثلا میدونیم که یه جای مثل ایران، مثل کره شمالی، نیروهای امنیتی سرکوبگره. مثل اینه که من از مثلا میگم به عنوان نمونه از یک پلیس کره شمالی تشکر بکنم که چرا جلوی دزدی رو گرفتی. مطمئنم پلیس کره شمالی هم جلوی دزدی رو میگیره، ولی بسیار پولیس... سرکوب هم داره میکنه. پولیس... از جمله آقای قالیباف هم آدمی بوده که بالاخره معترضان رو سرکوب. ببین من دارم میگم، ببینید من همیشه به این عدالت در گفتار خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب اگر ما به این برسیم، اگر به این عدالت در گفتارمون برسیم، اگر در واقع تصمیم گیرندگان و بزرگان این خیزش به نیروی انتظامی، به قوای امنیتیمون، به نیروهای امنیتیمون این آرامش و این اطمینان رو بدن که در فردای ایران آزاد بدون این حکومت سرکوبگر شما باید جاتون محفوظ باشه، خب به شرطی که جنایت نکرده باشین. شما باید سر مگه مثلا فکر کردید مثلا اون اشتباهی رو که همین رژیم تو اول جنگ انجام داد و سران ارتش رو از بین برد، محصلش چی بود؟ حمله یا تحمیل یه جنگ خانمانسوز 8 ساله به این مملکت. شما مطمئن باشید اگر این استراتژی صحیح اینه که به اینا یاد بدیم و ازشون بخوایم که طرف ملت باشن، کار درست رو انجام بدن. بله پلیس کره شمالی هم که سرکوبگره تا اونجایی که وظیفه ذاتیشو انجام میده درسته. اونجایی که در واقع چی میشه حامی سرکوب میشه نمیتونیم بگیم. خدای شما شاهده توی این بدنه اینا، تو بازجوییامون میدیدم توی خود وزارت اطلاعات چه آدمای درستی هستن، چه آدمهای درستی هستن و چقدر دلسوزن. و خود اون مامور داشت به من میگفت کسی حرف ما رو گوش نمیکنه، ما رو بازی نمیدن. و این عبارت یه عده جوون نابالغ اومدن که اصلا حالشون نیست دارن چی کار میکنن. مأمور امنیتی به من گفت ما میدونیم سرهنگ نیروی انتظامی تجاوز کرده به دختر بلوچ، حرف ما رو گوش نمیکنن، میگن اگر ما اینو افشا کنیم نیرو کل نیرو زیر سوال میره. تو این بازجویی داشت میگفت، من هر چی میگفتم علمیشو اون میگفت با تحقیقش. خب میخوام بهتون بگم توی این استبداد همینه دیگه، نه همین سکوت‌های کوچیک کوچیک مال اون مأمور دونپایه وزارت اطلاعات، مال اون فوتبالیستی که حرف نمیزنه، مال اون خبرنگاری که سوال نمیپرسه. اینو من میخوام بهتون بگم یه استراتژی کلان، راهبردی و یه رهبری درست. تو قدیم میگفتن وقتی میخواستن یه قلعه رو بگیرن تعمدن یه راه فرار میذاشتن. خب راه فرار رو بذارید، این خیلی مهمه که نیروی امنیتی پلیس ما تشویق بشود به اینکه طرف مردمش باشه، آینده رو در این ببینه که آقا مردمش رو داشته باشه، نه حکومتی که ماندگار نیست. من از این منظر دارم میگم. بهشون اطمینان بدید شغل خواهند داشت، بهشون اطمینان بدید که در واقع اگر جنایت نکنن مال این ملتن. و بهشون مگه میشه یه نیروی امنیتی تا اونجا که داره وظیفه ذاتیش رو انجام میده، آقا مبارزه اینا با داعش مبارزه مقدس بود، یه واقعیته. خب فارغ از این که دارن برای کی کار میکنن، به امنیت کشور کمک کردن، اینا رو باید ببینیم. بگیم وظیفه ذاتی تو انجام بده، چیز سرکوب نکن. خب یه شعار و یه آرزوی خیلی سخته که بخوایم اینا رو از هم تفکیک کنیم، ولی یک نگاه روشنفکر برای این که در واقع به اونها هم اطمینان بده هست و نیست شما با این نیست اینه. خب یعنی و اتفاقا این در واقع عملکرد و تئوریه که داره از طرف چیز به حاکمیت به اینا تزریق میشه که فردای نبود ما شما رو از دم تیغ خواهند گذران. همونجوری که به مردم میگن فردای نبود ما اینجا چیز میاد داعش میاد به زناتون تجاوز میکنه میشیم سوریه. بعد این ترسوندن است که باعث میشه اینا جریتر بشن و مصممتر بشن که اشتباه است. به نظر من ما باید به عنوان آدمایی که یه جوری دیگه نگاه قضیه میکنیم، شما به عنوان رسانه، تصمیم گیرای در واقع تفکر انقلاب، باید به نیروهای امنیتی، به نیروهای چین آموزش بدیم و این اطمینان رو بدیم اگر جنایت نکنید، اگر طرف مردمتون باشین، اگر آیندهتون رو به آینده اینها در واقع گره نزنید شما سهم خواهید داشت و باید داشته باشن. غیر از این باشه میشیم در واقع مملکت ضعیفی که در واقع تو اوایل انقلاب
تحویل گرفتن اینا، تمام سران ارتش، تمام چیز داد و یه کشوری مثل عراق آرزوی دیرینش رو پیاده کرد، حمله کرد، 8 سال ما رو در جنگ فرو برد. این اون چیزی که من فکر میکنم. خب من اون شب از نیروی انتظامی تشکر کردم، قشنگ یادم میاد من خونم تو گلستان هشتم بود و این تمام ماجرا رو از همین فاصله داشتم میدیدم. خب ایستاده بودم دو طرف، خب ایستاده بودم دو طرف و در واقع چه تو بسته بودم، دراویش هم وسط بودم. حدود ساعت 1:30 شب بود، یه تعداد 100 تا 150 تا بسیجی از این لباس مشکی ها ریختن که در واقع درگیری این حائل شدن. من از اون تشکر کردم، گفتم اگر این وسط نبودی، چون به وظیفه ذاتیش درست عمل کرد، جلوی خونریزی رو گرفت. همین الانشم اگر یه جایی این همت باشه توی این چیز که بیاد جلوی چیز وایسه نذاره به مردم آسیب برسن، باید ازشون تقدیر کرد. قالیباف، هر کسی دیگه، خب زمانی که دزدی میکنه وظیفه منه بیام بگم آقا این آدم دزده، زمانی که یه کار خوب برای شهر کرد خب پول خودمون کرد، ولی میتونست مثل خیلی های دیگه اون اتفاق فرهنگ سرها زیاد شد، چه و چه. من الان اینو اینجا دارم میگم با آدمی که در واقع نباید بگم که دل خیلی ها خوش بشه، ولی میگم هر آدمی تو این مملکت یه کاری کرده برای باید این نگاه واقع بینو داشته باشیم و تشویقش بکنیم و بگیم آقا ما میبینیم این چیزا رو، اگر فردا و ارتش میبینیم شما رو که کاری نکردید، زمانی که این انتقاد رو باید به ارتش بکنید، زمانی که این ملت بتون تبدیل شدید به یک نیروی تزیینی که فقط جلوی عظمای ولایت برید رژه برید و چی، شما باید میکردید و نکردید، شما باید میکردید، ارتش باید پشت این ملت بیدفاعتون در میمدید، دفاع از ملت، شما ارتش ایرانید، مثل این عزیزانی نیستید که توی تایتلشون نوشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اسمی از ایران نیست، شما ارتش ایرانید و باید از ملتتون حمایت میکردید و نکردین، این ننگ تاریخی بر شما خواهد ماند. و از اون ورم اگر کسی کاری کرد تشویق کنیم، بگیم میبینیم شما رو که در واقع توی این مقطع برای این مردم این کارو کردید. اگر ریزش ایجاد شد نیاییم بگیم آه تو همونی بودی که اونجا توی اونجا اینو گفتی، تو همونی بودی که معیار حال امروز آدم هاست. خب به قول همین تکنیک خودشون جذب حد اکثری، بذارید اجازه بدید آدم ها بیان سمت این انقلاب، اجازه بدید این ریزه شروع بشه که شده، خب نترسونید اونا رو که آقا من میبینم گاهن زیر پستا مینویسن که چرا دیر اومدی، چرا، آقا ول کن این حرفا رو، ول کن، این کار لباس شخصی های سایبریه که میان چیز میکنن، این تفرقه افکنیه، اینو ما امروز احتیاج نداریم توی همه ارکان دولت. تو آره بابا من همیشه میگم که توی این مملکت عارض اصلی باید اینا باشن، همین چیز باشد، همین نیروهای امنیتی باشد، تو همه جای دنیا سوپر هیروهاشون اینا هن. چه شده که الان پلیس بودن، بچه تو پلیس نمیگه توی مدرسه به همکلاسیش نمیگه بابای من نیرو انتظامیه، میترسه، خجالت میکشه، این چه وجاهتی که از شما از بین بردن. خب من همه حرفم اینه که واقع بین باشیم، تشویق بکنیم آدمها رو برای اینکه راه درست رو انتخاب بکنن، این شیوهش نیست، این شیوه این که عوامانه ایه که ما آدم ها رو بترسونیم از در واقع این که گذشتت اینجوری بوده و الان دیگه حق نداری، نه آقا گذشتش هر چی بوده، الان یه مقطع جدیده، یه آدم جدیده با یه تفکر، یه نگاه، استقبال کنید ازش و تکثیر کنید این ریزش رو و بهشون بفهمونید که آقا آیندتون رو با آینده اینا گره نزنید، اینا رفتنی هن. میرن که البته نمیرن که برن، من مطمئنم همین حالا عشقشون شاید این هشت شعبی ها باشه، توی گونی میارن مقامات رو تحویل میدن برای $10,000 سر مرز. ببین کی دارم بهتون میگم، این اون چیزیه که به نظرم میاد. میدونم که این انقلاب، خیزش، اعتراض، هرچی که اسمشو بخوایم بذاریم، قابل مقایسه با تمام اعتراضات 43 سال گذشته نیست و به نظر میاد که شاید یک اتفاق جدی این بار بیفته. میدونم که هیچ کسی یه گوی بلورین نداره که بتونه پیش بینی بکنه، ولی آدما احتمالاً شب در تنهایی خودشون فکر میکنن که آینده چه شکلی خواهد بود. چه میبینی؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یکم طولانی جوابتو بدم و جامع. ببین 44 سال پیش این انقلاب با 3 تا شعار محوری استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی مستقر شد، مثل انقلاب جدید که میگه زن، زندگی، آزادی، اونم گفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. بیاین خداییش دوستانی که ارادت دارن به این سیستم، بیاین یه نگاه بکنیم
و یک تجزیه تحلیل مردونه بکنیم. حالا این مردونه اون چیزیه که ببخشید به خانم بر نخوره، ولی یعنی واقع بینانه و منصفانه. استقلال خب اولین گامی که قرار بود تو این کشور مستقر شه. ببین حاکمیت الان یک تنها رجزی که داره میخونه با تحمیل این همه هزینه به مردم، چه میدونم بحث تحریما هست، سقوط اقتصادی هست، فقر اجتماعی هست، چه و چه و چه، چه میدونم انزوای جهانی فلان اینا، میگه دستاورد من اینه که در زمینه استقلال دیگه با نوکری غربی‌ها رو نمی‌کنیم، چیزی که ادعای دارن می‌کنن. خیلی رجز این رو می‌خونه که آره ما دیگه اینجوری شدیم و مستقل شدیم فلان. چی شدیم؟ تو بند اول بیانیه مانیفستتون که قرار بودیم بشه، چی شدیم به جاش؟ مثلا تبدیل به یه ابرقدرت شدیم، آدمی شدیم که بی‌نیاز همه از همه چیز و خودمون الان مایم که تعیین می‌کنیم و اینا. نه نه، این ظاهر قضیه است برادر من. نه، ما الان شدیم یکی از اقمار روسیه. خب تمام هنرمون اینه که دیگه در واقع با امریکایی‌ها نیستیم اگر نباشیم. الان شدیم مثلا در واقع اقمار ضعیف و درب و داغون یک کشوری مثل روسیه که خودش هم به مراتب ضعیف‌تر از امریکایی‌هاست. نیروها شدیم نیروی پیاده اونا. یه بهترین و مخلص‌ترین جوانامونو بردیم در واقع تو سوریه. من اینو میگم بهترین و مخلص‌ترین، واقعا اعتقاد دارم، بردیم اونجا فدایی امپراتوری روسیه کردیم، آقای پوتین کردیم. اتفاقی هم هست که تازه نیست، یعنی 2300 سال پیش استعمار انگلیس هم همین کارو میکرد. اگه تو فیلم‌ها هم دیدین که مثلا 3 تا افسر انگلیسی بود 400 تا هندی، اینا میرفتن کشورگشایی میکردن، از مستعمراتشون نیروی پیاده میبردن که تلفات اونجا، تمام تلفات روسا توی جنگ کشورگشایی روسیه یه هواپیماشون بود 11 نفر که اینا پدافند خود سوریه اشتباهی زدش. خب و بهترین جوانای ما اونجا رفتن در واقع فدایی آقای پوتین شدن که توی در واقع مذاکرات رسمی هم ما رو به هیچ چی حساب نمی‌کنن. هر وقت هم چی داشتم میگه اینجا برید بیرون، یک شدیم تبدیل شدیم به یه برگ یه کارت تو دست روسا. این معنی استقلال ماه که چه پایگاه نظامی در اختیارشونه. وزیر محترم خارجمون بعد از کنفرانس قطر تهران نمیاد، میره اونجا کسب تکلیف میکنه. اون عکس خفت باری که سفیر روسیه ایستاده اونجا، یه تعدادی از نظامیای شکم گنده ما همینجوری عین مثلا گداها جلوش صف کشیدن، این تو تاریخ باید بمونه. این معنی استقلالیه که ما بعد از این همه بدبختی و خفت و گرسنگی و تحریم و فروپاشی اقتصادی و اینکه در واقع تو ایرانیا تو تمام فرودگاه‌های جهان به چشم یه آدم بد نگاه می‌کنن، می‌کشن جداگونه می‌گردونن، اینا نصیب ما شده. اینه، این استقلالمونه، آزادیمون. بریم سراغ مرحله آزادیمون. من اصلا از این مقطع میپرم، میخوام بهتون بگم آزادی تو این مملکت معناش اصلا دیگه اصلا وجود نداره، چیزی نیست که به اسم آزادی باشه. با این همه سیستم‌های امنیتی و بر نمیتابن کوچکترین اعتراض مدنی رو، این همه زندانی سیاسی، این همه خفقان و این همه سانسور و این همه چه، خب دیگه اصلا دیگه معنی نداره در هیچ زمینه. اصلا بعد از روش پرید، واقعا از این جمله رو باش روش خط کشید. اسلامیت و جمهوریتمون، ما جمهوریت نداریم. ما دیگه الان یه سلطنت مطلقه است که سلطنت مطلقه یک دیکتاتوری مقتدر و عرضم به حضورت که خیلی محکم که شاید مثلا اصلا چیز باشه، مثال باشه توی تاریخ. و جمهوری اصلا وجود نداره اینجا. این تفلک آقای رئیسی هم هر کاری میکنه که مثلا نگاه کنه یکی به این فوش بده، دیگه مردم خدا رو شکر فهمیدن دیگه اصلا کسی کار به این نداره. گذر کردم، من میدونم طرفشون کیه. یک دیکتاتوری مطلقه است ولایت فقیه، تعارف هم نداریم، هیچ اثری از جمهوریت باقی نمونده جز اونجایی که میخوان. خب ما هم یه مدتی گولشون رو خورده بودیم، سیاهی لشکرهایی میخوان که موقع در واقع رای گیری برن تو صف وایسن و در واقع اینا هم بگن اما ببینید کشور ما چی. اصلا این داستانا نیست، اصلا این داستانا نیست. هممون هم اشراف داریم، یه زیاد توضیح نمیدم در مورد اسلامیتش. قرار این بود که وقتی روحانی بیاد، روحانی نه به معنی این آقای روحانی، نه روحانی، روحانیت به معنای عامش، توی کشور مستقر شه. خب روحانیون در واقع سواد اقتصاد که ندارن، درسشون نخوندن، سواد سیاست که ندارن، درسشون نخوندن، سواد جغرافیا و طبیعت و چه میدونم محیط زیست که ندارن، سواد ورزش که ندارن، سواد سینما که ندارن. قرار بود اینها مستقر شن تو هر کشوری، اخلاق گرایی درش گسترش پیدا بکنه. یعنی تنها حسنی که میتونست
حاکمیت مذهب و روحانیت توی مملکت برای اونجا به ارمغان بیاره، ببینید چه به سر این مملکت آوردید، چی کار کردید با اخلاقیت توی مملکت، برید دادگاه ها رو ببینید چه خبره، چقدر جرائم خانوادگی زیاد شده که این کلا سر اون گذاشته، پدر سر فلان، این اینجوری کرده اونجوری، جرائم جنسی چقدر بالا رفته، آمار طلاق چقدر بالا رفته، اخلاقیات تو جامعه که چیز. و به نظر من، حالا اینا در انتها بگم، باز همون دارم اینو میگم که یکی از آرزین اینها، یکی از در واقع اقشاری که باید آرز اصلی این نظام باشن، روحانیتن، مذهبیونن. خب به خاطر کاری که با مذهب با دین توی این مملکت کردن، به نظرم اونا آرزن. خب یعنی شماها آخوندا بیزنسمن های خوبی هم نبودین، شما میتونستید سالهای سال توی این مملکت از دل ساده مردم استفاده کنین، اشکشون رو در بیارین، زن عقد کنین، روزه بخونید، نمیدونم توالت رفتن یادشون بدید، چجوری برو با این با پاکودم با کدوم پا بیا بیرون فلان، این کارا رو میتونستین بکنین، بضاعتتون رو خرج کردین توی این 44 سال. و مطمئنم، متاسفم اینم میگم، که در ایران فردا اینقدر اجازه دادید علما، اینقدر اجازه دادید از دین استفاده بشه، دلتون هم خوش بود که کارخونه لاستیک سازی به شما دادن، به شما امتیاز شکر دادن، به اون یکی امتیاز واردات دمپایی دادن، نمیدونم اینا، با این چیز دلتون رو خوش کردید و سکوت کردید علما در مقابل ظلمی که به اسم دین به این مردم شد و چهره ای از دین ساختید که چه بخوایم چه نخوایم، اون اتفاقی که با تو تاریخ تکرار شد و رنسانسی شد که بعد همون روحانیون هم طیف شما با یه لباسی دیگه در واقع مردم رو اینقدر اذیت کردن که تا سالهای سال تو اروپا دین به پایین ترین رتبه و در واقع جایگاهش تنزل پیدا کرد. شما این کارو کردین، شما این کارو با خودتون کردین و به نظرم اون کسی که باید عارض اصلی اینا باشه شمایید، چون صنف خودتون رو از بین بردین. متاسفم خیلی زیاد، یک واقعیت تاریخیه، هرچه بیشتر ضرر بزنید بیشتر ضرر میخورید، به خودتون رحم کنید، شما رفتنی هستید بلا شک، تاریخ اینو میگه، حرف من نیست، تاریخ میگه هیچ دیکتاتوری نمونده، خوب و بدش نموندن، شما هم میرید، به خودتون، به خانوادتون، به منتسبین و بستگانتون رحم کنید، رحم کنید واقعا. حمید فرخ نژاد، خیلی خیلی ممنون، قربونت برم.